درود گرم شما آقای سیاوش عبستایی عزیز. درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی، روز و شب خوش. میترسم استاد سیروس شرفشاهی بگم حالتون چطوره، بگیم چه حالی؟ حالی که ما نداریم، اینجا لس آنجلس اصلا 15 روز بارون بند نمیاد، ما اصلا همه چیز از بین رفته، چند جا سیل گرفته و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. همه دعا میکنن، یه زمانی هست مردم دعا میکنن آقا بارون بیا بارون بیا، الان انقدر اومده که همه نگران اوضاع احوال و تردد و خرید و در حال مراجعه به بازارها و ایناست و مشکلاتی ایجاد کرده این بارون در لس آنجلس که بعد دعا کنیم که خدا رو. باز من تازگی هم خواب دیدم استاد سیو شرفشاهی، گفت حالا چطور سیاوش عبستا؟ گفتم عالی، به قول رفیق خاچاتوریان عزیز که دیگه با ما نیست، چوب میگفت، چوب دامی تلویزیون رو پاس میشست، یک فنجان هم اینجوری همیشه دستش رو میگفت چوب. استاد سیو شرفشاهی قد کنم خدمتون، شما استاد ما هستید ولی در آیین زرتشت همین امروز بازی سخنرانی داشتم به فرانسه برای جمعی، یکی از اصلی ترین پایه های اندیشه و تفکر میترایی، آریایی، اوستایی، زرتشتی، که اینا همش یکیه، این هست که ما مثبت هستیم، ما همیشه مثبت هستیم و همیشه خوشبین هستیم، در نهایت ناامیدی امیدوار هستیم، چون ما معتقدیم اهورامزدا مثبت است، خورشید است، خورشید تابان است. استاد شرفشاهی، هر که تو دنیا میخواد مناجاتی بکنه، درخواستی داره، کار بیرون دست میبره هوا. حالا امشب بهتون میگم چه جوری هوا رو نگاه کنم همه در نیای شاه، چون به خورشید مینگرم، خورشید مهر تابان، همه وجود ما از اوست، به ما میگه همیشه امیدوار، خوشحال، خندان. اگر غم دنیا رو دارید بازم خوشحال و خندان باشید، مثل من باشید، مثل خورشید باشید. میگه من نور تابان رو میتابانم بر هستی، بر همه جا، نگاه نمیکنم طرف سفید، سیاه، زرد، کدوم کشور، کدوم اندیشه رو داره، اصلا نبش نگاه نمیکنم، نور خودم رو میتابم، انرژی رو میدم، ویتامین د رو میده. حالا استاد سیروس شرفشاهی، چون دو تا ویدیو داریم و شاید وقت زیاد نباشه، اجازه بدین زود بریم سر اصل مطلب. اولی که یه قهرمان بزرگ جنگ ارتش بود، آذرفر از جهان رفت، ارتش بود آذرفر با از جهان رفتنش ارتش شاهنشاهی رو در ایران زنده کرد. یعنی الان از هنگامی که در گذشت ایشون اعلام شده، ارتش دوباره که از زمان شاه، یعنی چون تمام افتخارات جنگ رو ارتش آفرید، هیچ ازش اسم نمی آوردن، ولی الان با آذرفر همه دارن میگن که پیروزی‌های بزرگی این مرد برای ایران آورد در جنگ با صدام حسین چه. و از همه مهمتر استاد سیروس شرفشاهی یکی از فرماندهان و آموزش دهندگان چکاورانی بود که اصلا بی‌نظیر. حالا یه دقیقه فیلمشو هست می‌بینیم و بعد برمیگردیم که اصل مطلب رو بریم، که امروز اصل مطلب استاد سیروس شرفشاهی شما رو خیلی خوشحال میکنه، یعنی بهتون نه تنها امید میده، این نوید رو میده که ببینید تلاش ها تا کجا در قلب ایران به نتیجه رسیده، خواهیم دید بعد از آذرفر. همین بود که صدام حسین که نشون دادیم، همین که صدام حسین اولش هست، همینه، بله، همین بله، همین فیلم شماره یک. بعد میبینیم استاد سیروس شرفشاهی، ببینیم، بریم، صدا داره. صدام در طول جنگ فقط از یه فرمانده ایرانی میترسید، اونم هم کلاسش بوده، سرتیپ قزنفر آذرفر، لور با غیرتی که بهش پدر تکاوری ایرانم میگن. تمام دوره‌های نظامی تکاوری، رنجری، هوابرد و اشیر فرمای امیر آذرفر به لشکر 64 پیاده را غیر مقدم از نموده. من افتخار میکنم قبل از اینکه مثلا درجه داشته باشم، امیری باشم، یه چیزی باشم، یک سرباز ایرانی هستم
که در جنگ تا آخرین لحظه کوشیدی که آرومان بشید و حسن آمدان چوی را نباشد بدین بونو بر زندگی زن مباد اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که میهن به دشمن دهیم دریغ از ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود. بله استاد سیروسی شبشایی روان شاد ارتشبات آذرفرد که ایران و آزادی ایران از چنگ اعراب که همه با هم متحد بودن و صدام رو کمک میکردن آن نجات دوستان سیز شبشایی امروز یک فیلم بلندی داریم. من از همه مهربانیاران میخوام که قشنگ بشینن این فیلم رو تماشا کنن و گوش کنن. استاد سیروس شرفی اینجا تو خارج از کشور یه کسی حرفی که خیلی کوچولی میخواد بزنه، عکسی مکسی جایی میخواد بذاره، آقا من آیدی خودمون نمیدم اسم مستعار اینا. ببینیم که در ایران استاد شرفشایی گستاخی و شجاعت مردم از تو خوب اندکن اینا کمن، یعنی باید بیشتر بشن، در سطح بالای خود رژیم به چه حد رسیده که این نوید پیروزی مردم ایرانه. یعنی رژیم چون ما اطلاعات زیادی از داخل کشور نداریم، همش سرگرم این اطلاعاتی هستیم که فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام به ما میده که اینها اکثرش کاذبه، اون آینه درست داخل ایران نیست. در داخل ایران استاد سیروس شرفشایی رژیم، ولایت فقیه، روحانیون حاکم، اشغالگران تازی، این شب پرستان ضد ایرانی، اینها به درجه صفر رسیدن. یعنی گستاخی و شجاعت اینقدر زیاد شده در همه ارگان ها، چه در کادر خود نظام، یعنی از رئیس جمهورای سابق گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا دانشگاه ها، تا پلیس، ارتش، اینقدر اعتراضات زیاد شده که حد نداره. حتی در همین ویدیویی که ما میخواییم ببینیم، میبینیم شخصیت هایی که خب خیلی از ایرانی امکان داره همه مثلا رفسنجانی رو بشناسن یا مثلا یه کسی دیگر، ولی محقق داماد شما کم در کسی پیدا میکنید بشناسدش. محقق داماد ایشون دکتر البته و حقوقدانه، ایشون استاد سیروس شرفشایی از اول انقلاب هیچ پستی که ما ببینیمش نگیریم، ولی نقش اصلی رو در وکیل سازی، یعنی وکلا و عضوات و اینها رو ایشون با کتابهاش و کتابهای درسی برای عضوات و غیره و غیره، الان هنوز که هنوز در ایران مال دکتر محقق داماد، یعنی یکی از پایبران اصلی نظام بوده و هست که حتی خود خامنه ای با این فرد مشورت میکرده و خود خمینی هم شده. این یه فردی که امروز تبدیل به ضد شده با این نظام، یعنی کسی که با خود نظام بوده، نظام رو ساخته، مهندسی کرده، مثل این فراوون. این به شما استاد سیروس شرفشایی این امید، نوید و خرسندی رو میده که رژیم پوسیده است، پوسیده است به حدی که حرفهایی که این صاحب منصبان در داخل ایران میزنن در خارج از کشور مزدوران که اپوزیسیون های قلابی تا این حد نمی روشنگری کنند این رژیم سادات تازی رو افشا کنند. اولش با یک فردی شروع میشه، ایشون تا همه الان هم تو قدرت بوده، یعنی از احزاب خود رژیمه، آقا در برابر یه آخوند، در برابر یک آیت الله که من بینا از همون قدیم گفتم آفت الله، میگه آقا تو مملکت ما رو شما ها داغون کردیم، شما ها کوروش رو یک فیلم نساختیم براش، چه خوبه ببینیم بعد برگردیم. اگر وقتی بود در خدمتتون هستم استاد سیروس شرفی از کارگردان، برنامه میخوام که این ویدیو رو پس پخش کنم و با دقت مهمانیاران عزیزم گوش کنید، آدم ها رو اسمای بعضیشون رو نوشتیم بخونید که امیدوار بشید که این انتخابات که رژیم میخواد برگزار کنه، این انتصاباتش به شکست منتهی خواهد شد، مردم مشارکت نخواهند کرد و بعد آلترناتیو طبیعی هم برای رهبری نداره، چون خامنه ای هم مجبور با سیاست نوین جهانی
خامنه‌ای هست که شما استاتیوس شرف دارید. یعنی ماکسیمم امسال یا سال آینده هست میشه خامنه‌ای. من منتظرم ویدو بیاد ببینم که وایسم که ویدو پخش بشه. این رو هم بگم استاتیوس شرف دارید. من دقیقاً 42 سال پیش بود وارد پاریس شدم در چنین هنگامی تقریباً ولی ماه مارس. اون موقع وقتی من وارد پاریس شدم چون دو سال نزدیک ایران بودم در لبنان و دمشق بودم، هم تحصیل کردم هم فکر میکردم فردا ایران آزاد میشه و میرم ایران برمیگردم. بعد که اومدم اینجا سخنرانی دعوت از من میکردن اینور من میکردم اون 42 سال پیش، من میگفتم آقا این رژیم 10 سال دیگه میمونه، نبرد و مبارزه مونه باید برای 10 سال سازماندهی برنامه ریزی کنیم. همه اعتراض میکردم، حتی ابوذر ورداشتی از طرف آقای مسعود قشتی اومد خونه تو باقا توی حرف کارو این ما داریم میریم ایران تو داریم 10 سال دیگه تو بتو از اون راست شد نمیشه که نه حالا نگو اینا اصلا این یه رسفاکت و سانسور نگو. دوستان دیگه هم همون موقعی توصیه رو میکردم، یعنی من کسی نیستم که بخوام دلخوشی باطل بدم. مردم ایران این نظام پوشاریست پوسیده است مثل برف آب شده. فقط و فقط اگر همین رسیم ایتون خانواده پشت شده های این 45 سال بیان توی خیابون یک تخت بداد و یا یک فوت بکنن این رژیم رفت، یعنی به این شرط هست که رژیم در پایان راه خودش است. اگر هم نیاد شما میبینید همه مخالفن در کادر بالای خود رژیم ترتیبش رو به گناه های دیگه خواهند داد. میبینیم مستد طرف یاد از مردم ایران شما نه ملیتش رو میتونید تاریخش رو بگیرید پر افتخارش رو نه بسط کردن که به ما داریم زیر بار زور نمیرن. به ما داریم بله. آقای دکتر چی کاری کردی اوشین و جمونگ شناخته شده تر از نمیدونن آریو برزنگ و نمیدونن سورانا و از اولین زن دریادار دنیا که زن ایرانی بود همین کورش کبیر رو همه چیزی گرفتید که حتی علامه طباطبایی کورش کبیر رو پیامبر میدونه. یک سریال برای تاریخ ایران درست نشد. اهرام ما رو کجا مسلمان یاد ما رو دیندار کرد؟ ما موحد بودیم ما این مسجد جامع سالی موحد بودن مردم. ما زرتوش بودیم، ما کتاب داشتیم، ما موحد بودیم، کافر نبودیم. اعراب کافر بود پیام از تواهش در آورد، از دخترکشی در آورد و همون اونا اومدن به ایران حمله کردن. اونم جنایت هم خودتون میدونید آقای دکتر عمر چه اتفاقی افتاد. شعار ندید دومی شعار صحبت من نگیرین دیگه. حاکمیت نه میتونه نه این ماموریت رو از سوی خدا داره نه قابل اجراست. حاکمیت حق نداره مردم رو شبیه خودش بکنه. به چه علت؟ به چه عقلی؟ حاکمیت از خودش باید وقف بده با مردم، نه مردم رو مجبور کنه به خودش. بس حجاب رو فرمودید، بس حجاب چه همین بس عدالت کجاش عدالتی که ما مثلا روز 22 بهمن این به نظر من ریاست، این یک نوع نفاقه. ما در 22 بهمن، ما در روز مثلا 9 دی، در بحث روز قدس، ما مردمی که یا انتخابات به ویژه انتخابات به ویژه انتخابات که خانومی که شعله اجابه بی اجابه 10 بار باش مسابقه کنیم 100 بارم تلویزیون نشون بده، همون خانوم رو دو روز بعد از انتخابات، دو روز بعد 22 بهمن 9 دی تو خیابون گشت ارشاد یا هر اسمی که داره به زور بگیرن اون خانوم رو سوار ون کنن ببرن. اینو شرایط طوری نیستش که ما بخوایم به شخصی رای بدیم. شاید شرایط حالا بنابر دلایلی که در ادامه گفتگو شرایط چطوره بگو. یه سری از نظر عموم مردم اگه بخوایم نگاه بکنیم یه سری بیکفایتی ها و بیمسئولیت ها رو انسان میبینه که خب به هر حال اگه قرار باشه به این نفر رای بدی اون شخص نماینده منه در اون مجلس، صرفا در رابطه با انتخابات میخوایم صحبت کنیم و من شخصی رو شایسته نمیبینم که در حال حاضر بخوایم بهش رای بدیم. دائما با این پرسش حکومت روبروس که چرا مردم منو دیکتاتور میدونن، چرا مردم منو یک حکومت بد میدونن. مردم سوالشون اینه چرا ما تبدیل به موجود شر شدیم، چرا ما به راحتی کشته میشیم، چرا ما زائدیم، چرا ما اضافه ایم، چرا ما باید از زندگی خوب محروم باشیم، چرا به ما گفته میشه اهل فتنه، چرا مهسا باید کشته بشه، چرا نیکا باید کشته بشه، چرا آقای قبادلو بدون دادگاهی درست باید کشته بشه. این مردم خواهان زندگی هستن، اینو میشه دید دیگه توی شعارهای متعدد، نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران گرفته تا حالا اشکال متفاوتی که در واقع داره. این در ایران خیلی از تنش‌هایی که تو دنیا شکل می‌گیره به خاطر
اینکه ما دید راهبردی به تحولات دنیا نداریم، ایران به عنوان یکی از طرفهای تنش مطرح میشه. تنشایی که زمان ربطی به ما هم نداره. مثلا موضوع اوکراین. در موضوع اوکراین بعد از روسیه بیشترین هجمه ها به ایران داره صورت میگیره. دلیلش این هست که متاسفانه ملاحظات لازم صورت نگرفت و روسها پای ما رو به جنگی کشوندن که هیچ منفعتی برامون نداره. 1358، یه سال درست بعد انقلاب، کی میخواست بره سنگاپور، امور مالی آقای شاه حسینی اومد گفت بچه ها کسی دلار میخواد بگیره بیاد از ما بگیره که دیگه نرین تو شهر پخش و پلاش. هفتم هم بیاین دلار بگیرین که میرین سنگاپور، پول تو جیبتون باشه. آیه های قرآن یکی از قدیمی های فوتبال توی دست ماهاری که جوان تر بودیم گرفت گفت نه خلینا داره گرون میده به زد بر 6,900 استنبول، چارای استنبول 6,900 بود. 1358 چی کار کردیم با این مملکت؟ ما وقتی میگیم رسانه ملی یعنی چی؟ یعنی که ملت ایران مالک اینجاست. ملت ایران در این تصویر، در این قاب تلویزیون که نگاه میکنه، تصویر خودش رو باید ببینه. عزیزان بزرگوار، شما که هر دو مسئولی در همین صدا و سیما، آیا صدا و سیما نمایندگی میکنه کل ملت ایران؟ جمهوری اسلامی ملت ایران، کشور ایران رو خانه خراب کرده. الان تو تمام، یعنی منتخبینی که از خروجی نظارت در مجلس میرن، در دولت میرن، از رو نمیتونن بخونن. این واقعا اصلا به صلاح نیست. خودتون میدونین نماینده که براش مینویسن نطق نمیتونه پشت تریبون نطقشو برای از رو بخونه، مقامی که میره در محافل بین المللی براش از رو مینویسن نمیتونه روخوانی بکنه، رئیس کشوری که متن فارسی رو نمیتونه بخونه، این نتیجه نظارت استثبابی. آیا در دنیای پیچیده امروز چنین افرادی میتونن مشکل گشای کار ما باشن، گرفتاری های ما رو برطرف کنن؟ چنین در دنیا شما اگه بخوای یه مهماندار برای هواپیما استخدام بکنین، باید گزینشش کنین، وزنش، قدش، زیباییش، نمیدونم سوادش، والا ما چجوری نمیتونید ادعا کنید که میانگین هوشی و ظریف و توانایی جامعتون بالاتر از حکومتتون نیست. یعنی آدم هایی که در درون ساختار تصمیم گیری هستن میشه روی اکثریتشون دست گذاشت و ادعا کرد که اینا از میانگین آدم هایی که تو جامعه هستن پایین ترن. چه اتفاقی افتاده که پراید کهنه تر کره ای گرون تر از پراید 90 کیلومتره؟ کاندیدا شدن یک مهارتی است، مهارت صلاحیت گرفتن از شورای نگهبان یک مهارته. تا یه مدتی نباید یه حرفایی بزنی، یه کارایی نباید بکنی، یه جاهایی باید بری، یه سری عکس و تصویر تا همین جایی باید پخش بشه تا اون حضرات اعتقاد شما را احراز کنن. اون وقت میخوام بیام با فشار دینی برای مردم تکلیف شرعی ایجاد کنم که حالا با این که انتخابت محدوده بازم پاشو بیا رأی بده. یه مجلسی است که اصلا هر را، حالا آقای دکتر مومنی این میفرمان مجلس اصلا نمیفهمه، یک نفر توش کسی نیست این چیزا رو بفهمه. خیلی عجیبه ها، در زمانی ما هستیم آقای دکتر صالحی، کشوری دارید شما زندگی میکنید که کنارتون یه جایی هست به نام پارلمان داره تصویب میکنه، هر کس هر نظری بده خلاف حاکمیت 10 تا 15 سال زندان داره. یه چنین کشوری هستیم. من فکر نمی‌کنم کره شما، شاید هم کره شما باید نیست. و عرض کردم اگر کشورهای همسایه به امر این شتاب توسعه‌ای که دارن پیش برن و این نگاه تهاجمی که به توسعه دارن پیش برن، برخی از متخصصین میگن ممکن ما در آینده به یک کشور وارد کننده تبدیل بشیم که گازمون از ترکمنستان باید وارد کنیم، گندممون از عربستان باید وارد کنیم، کارهای پزشکیمون رو عمان و قطر باید انجام بدن، لوجستیک هوایی و دریاییمون رو امارات باید انجام بده. ببینید مردم واقعا نگرانن که یه روزی نیاد که ما بشیم عمله عرب‌ها یا عمله غیر عرب‌ها. بزرگوار، ما مقصرم منم، بیشتر من مقصرم. ظرف
40 سال گذشته توی مملکت تولید ما 2 برابر شده، مصرفمون 7 برابر شده. اصلا حقوق یک کارگر رو کی تعیین میکنه؟ چطوریه که 7 تومن بگیره اجاره خونش 12 تومن باشه؟ نه من نمیفهمم. 7 تومن حقوق بگیره، نمیدونم ساندویچ نهارش 100 تومن بود. من 7 تومن میگیرم، صبحانه میشه 20 تومن، نهارم میشه 60 تومن، شامم میشه 35 تومن. میشه روز 100 تومن. 3 میلیونش که میره واسه نهار و غذام. لباس که نپوشم. نسل جوان میگه که این چه سیستمی است که شما درست کردید که اینقدر فساد زاست. همه جای دنیا عبدالله فساد هست. برکرار میکنن، اعدام میکنن تو خودش همین جای دیگه. اما این شکل با این وضعیت که مردم اصلا باورش روز بختاوره، این قضایی که حتی با چای پیش آمد بختاوره، یا مثلا در تو برنج گفته میشه، برنج رو دست کشاورز ما مونده بندی. هیچ وقت در ایران اینقدر مسئولین دروغ نمیگفتن، هیچ وقت در ایران اینقدر آمار غلط نمیدادن، هیچ وقت وعده های ناعمل نشو نمیدادن، هیچ وقت تخلف به این آسانه نبود، هیچ وقت قانون گریزی از اون قانون نبود. در زمان دیکتاتورهای مثلا قاجار و قبل از اونا قانونی نبود. خب همون موقع باز یه چیزایی بود، یه رسومی، یه آدابی، یه سننی وجود داشت، با اونا پایبند بودن. اما اینا به چی پایبند نیستن؟ هر دو دارشون مخاطبان رو رفتار میکنن. حرف استاد سیروس شهرشاهی مرادی فهمیدین آب شده الان، یعنی رژیمی وجود نداره مردم. استاد سیروس شهرشاهی، من یه نکته رو بگم اینجا مهمان یاران، اگر شما چند دقیقی برنامه دیدید اول بایستی ارزشش رو بدونید. من این رو بگم آقای شهرشاهی که بچه های ما، تیم ما روز شنبه هر کدوم از این یه دقیقه هایی که دیدیم، یه ساعت، یه ساعت و نیم، حتی 2 ساعت برنامه بوده. اینا از توی 2 ساعت صحبت یکی از اینا و اون یکی دیگه یه دقیقه در آوردن. 3-4 روز بچه ها رو این کار کردن. تیم بنده، تیم تلویزیونی، کارگردان برنامه میدونه، یعنی زحمت کشیده شده بود که نشون داده بشه که در درون ایران امروز از همه ارگانهای قدرت ضد همین نظامی هستن که خودشون ساختن. خودشون، آقای محقق دامادی که دیدید، دکتر محقق داماد، آیت الله مشتبه که میخواد رهبر بشه، شاگرد ایشون بوده، رفته پیش ایشون، همه بچه های خامنه‌ای پیش ایشون درس خوندن. حالا بر همین اساس استاد شهرشاهی امشب دیگه ما برای که شما خوشحال میشین زیاد اینا رو پخش کردیم که ببینین تو ایران جنبش شورش قوی است. بسیار ممنون از شما، تشکر میکنم آقای سیاوش عبستا. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قره‌گوزدو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.